Thank you.
قدم بکشه، خود اوقا بشه، قدم بکشه، خود جمعو خود بزانه، خود بزه اللہ جیبر سرده انی سطربه بوری کشنه که بهش نوبه میبر بشنه تا قیامت همراه نخت کنه کلا آتش امنه یخت کنه چی به آخر حتی پاییز بریش انمو بردسران و بینیش پاییز با بریشته و تیدین رست بازار درون گریو چه سر که تو باد سردار خوشه هر که گردن تمده بیر و پوشه دار پاگر دیمید خواب پبر سبز بست شیسی در را پبر خوب گولی پوسته گره آل کمک فرق آمینی به دوز و کلک دار پاگر هر چی تنه زور بگه دار با اکی دنه زور بزنه خور عادی و حدیمه جدنه چک چراغان و نشین خاموشه که لبرزه که بکرده موشه اشتری تا که دیتی باوجی به حدیثه تو بگو خود خمیر جدرونی خود آرام بخه همه او راز بگو خسته کفه تا بکفته که دیدی کن خبیش گیل داله کجیده گیل داله کجیده زرده تریش داره با هر چیز ببه کفتنیه میگوان درد که تنه گفتنیه خوش به ها خوش به ها که تی هر دو عمل ندنه میکنشی خانه اول تا زمان باقیه گرده هم فلک یه حوالا ایسه بور و ملک خلقت راز ایسه انسان بون خلقت راز ایسه انسان بون مردم خوبه دیل اوشه دوبون من و تو وقتی اون لکه نشینیم من و تو وقتی اون لکه نشینیم وقت امروز فردا همین میوه بشینیم با سپاس فراوان از استاد عزیز جناب آقای مرادیان رفیقان چه تنها بنه رفیقان چه تنها بنه نرفیل طاقت در جدا کلاس من تی شوخی خوب برد تی مشتن شانم رو شناو تی خنده شه هم زنشت بستن تی بغزو گریم ما بی صدا خوشونی آسمان پر بگیری تی درستانم اوی از سر بگیری امه یاد میان همه یاد میان تا روز آخر همیشه جاودان میان بشی همیشه جاودان ادشی از سرکار ارتادوکت اردشیری فرزند زندیار اردشیری دعوت میشود تا به جایگاه بشی و من حتی فرق همیشه بلند شدم و ادامه دادم.
رسمی زندگی. به کوها نگاه کن، محکم و استوار کنار هم ایستادن. یاد میاد که روزهایی نه چندان دور همون صدا هست میخواست مثل یک کوه در مقابل مشکلات زندگی محکم بایستی و نداری قامت کوچیک از زیر بارش بشکنه. به یاد یه نگاه میافتی که مدتها تمام لحظات تاریکت رو روشن میکرد تا توی ظلمت راهت گم نشی. به یاد اون صدا و اون نگاه و اون کسی که پنج سال تنها تو داشت و رفت و برای اولین بار به قدر تنهایی هیچ کس فکر نکرد. به روزهای گذشته فکر کن، به این چند سالی که بدون حضور صداش در سکوت سپری شد و تو توی ظلمت راهت بارها زمین خوردی، اما از اون نگاه خبری نبود تا نورش به بدرقه قدمهات کنه. حالا بخند، بخند به رسم بیرحم دنیا، اینقدر بخند تا شاید درک کنه با گرفتنش از تو چه ظلمی کرد به خستگی یا تو چه درکی داد تا تو یاد بگیری دنیا به هیچ کس وفا نمیکنه. بذار اشکات توی قدرت شریک بشم، بذار باور کنم چه طوفانی توی قلبت برخاست و تو سعی میکنی به صاحب برسی. نسیمی که به صورتت میخوره میخواد باز هم دردی کنه، باهاش هم سفر شو، به خاطراتت پرواز کن. به اون روزهاست هم هنوز اون فرشته رو دنیا ازت نگرفته بود. مهربونیاش، حرفاش و تمام چیزهایی که میگفت تا تو بفهمی زندگی شوخی نداره. به روزهایی که با نگاهش ازت میخواست تلاش کنی و جواب سوالاشو بدی، سوالایی که هر کدوم توی زندگی واست معنا میکرد. و تمام اون روزها رفته و تو یه روز به جای صدای اون یه دنیا صدا میشنیدی که خبر سکوت و رفتنش رو میدادن و تو هیچ وقت نخواستی باور کنی این صداها راست میگن. تو دلت گفتی همه اشتباه میکنن و هیچ کس حقیقت رو نمیگه. روزها و شبها با تمام حرفا و صداهای انگیزی رو منتظرش موندی. روزها دعا میکردی که برگردن و شبها از خدا میخواستی که وقتی صبح شد اون برگشته باشه. اما ماها گذشت و تو فهمیدی انگار همه راست میگن و این تو بودی که باور نمیکردی. اما اینا هیچ اهمیتی نداشت، مهم صدایی بود که میرفت تا برای همیشه تو وجودت خونه کنه. مهم نگاهی بود که تو هیچ وقت نمیتونستی از یاد ببری و این فکر که همه را مراقب تو تا اگه یه بار دست از تو خطا کردی و رقص زندگی رو نفهمیدی بزنه پشت سرت. صداش کن از اینجا که تو هر دو قدم تا آخر آسمون فاصله داری، کنار همین کوه و درخت ها و همین خونه مهربون فریاد بزن، بذار صدات بهش برسه تا بدونه که تو تا همیشه منتظرش میمونی و هیچ وقت حرفا و مهربونیاش از یاد نبردی و نخواهی کن. در پایان به نمایندگی از طرف خانواده هم از تمام دوستان عزیز و نیرفت هرکاری این مراسم همراهی من کردید. شما در و شما که در این پنج سال هم داره در کنار ما بودید و یادش را در دل داشته و دارید تشکر قدر. چشم خود بستم که دیگر چشم مستش ننگرم، چشم خود بستم که دیگر چشم مستش ننگرم، ناگهان دلداد زد دیوان من میبینمش، ناگهان دلداد زد دیوان من میبینمش. تا کجا میبرم نقشه به دیوار مرا، تا کجا میبرد این نقشه به دیوار مرا، تا به دنجا که فرو میماند چشم از دیدن و لبنیز بکتار مرا، چشم از دیدن و لبنیز بکتار مرا. از شاعر عزیز جناب آقای انصاری دعوت می‌کنیم.
مشکی رو این مشکی بعد به ما شون من دادن بلشون خواهش کردن که به جان همین دختر گفتن این پاکت رو دخترم گفت پاکت رو بلشون بده در آوردن به دخترم دادن و چون با من هستم دادن فرامد پدرت من این پاکت را گرفت بول دادن پاکت را گرفت این دنیا عزیز افتخار بود برای ایلام و همه گیرانی و همه خوراک دوست اردشیری نرد اردشیری نرد خاطرش از خاطرها این مطلعه شعر اردشیری نرد خاطرش از خاطرها رفت از دست بزرگی که دل دریا را رفت از دست بزرگی که دل دریا داشت رفتی عشق و پهنای همه دنیا گوهری بود گرانسنگ گوهری بود گرانسنگ نگین فرهنگ زینتی بود و در انگشتر دلها جا داشت این رسالت چون دوستان عزیز و گرانقدر این بزرگوار اساتید به استادان و معلمین این شهر بودن چند قدر هم من برای این مقام و شهر معلم او دلاغ نیست در در همانند معلم یاری نیست در در همانند معلم یاری برتر از شأن معلم به چنی پنداری رنجها برده بتا عشق خدا رحم ببری و در این بیان
چین روزگار چه نیکو سلیقه است، گلچین روزگار چه نیکو سلیقه است، میچیند آن گلی که به نیکی نشانده است، آن گل که بیشتر به چمن میدهد صفا، I'm not
صحبت رو به خط را این سوال تو خارج از در صحبت بکرام. اگر جواب این سوال رو میخواد بیا کلاس خصوصی من، اینم شماره تلفن من، با من تماس بگیر، برای تو بحث معین میکنم، جواب این سوال رو اونجا میدم. من اینجا فقط در وقت هم میتونم به درسی بازه وزیفه دیگر هم ندارم. این سخن بنده که مثل آفت که بزرد رو سوزنده رو میسوزنه منظام یک یاد آفتی متاسفانه در جامعه فرزندی ما و به هر دلیلی که بکنید بعض رو فرمایدی به نیاز اقتصادی کمبود درآمد کمبود حقوق هر چیزی بکنید به هر حال این برخورد با جامعه شامو بیان کرده یک نقطه ضعف پیامبر را طبیعه ادب و عشق معلما و من به کسبت معلمی درآمدم و به این فرد استناد میکنم باید قدر خود رو بدونم و بشنوم. باید بدونم که معلم واقعی هدف اندوختن مال و ثروت نیست. اگر انسان بخواد مال و ثروت اندوختی رو پیشه بکنه چطور میده فرهنگی بشه معلم بشه؟ به خصوص در جامعه ما فراوان راههای خیلی آسانتر و خیلی راحت هست. هر کدام از شما ممکن در دولت ها داشته باشید از افرادی که شما اداره تحصیل دادید به دنبال در صحبت و دانشگاه رفتی فلان اطلاعات رو مثلا دیپلم گرفته رفت و بازار ثروت بیشتر به فرق کاری نداری. پس اون معلمی میتونه مانند همشیری در دلها جا باز کنه که واقعا معلم نمیشه. این که همیشه میده سخنش، نگاهش، رفتارش، برخوردش، ایثارش، گذشتش و از گذشتگیش. من شما خیلی خوب میدید اگر ارتشیری نه از راههای اگر ارتشیری فقط از همین راه تدریس در فکر مردان من نامش به خوبی این از این کاری بپشه من در عوضت هم نمی کنم که من وسیله ای خود مردم کردشیری شما رو دارم که تشکیل کردم این از این کاری کنگاه پیشترسر که من نگاهش می کنم و اگه بعضی ها جا گذاشتن به بزرگی و سرزنی خودشون ما رو گذاشتن. من خواب که من اصلا نیستم صاحب به یک ماه نه صاحب که من اصلا پیروز پس روز فهمه میگه به هر که خودش صاحب فهمه میگه به هر که خودش صاحب خواهش کنید که بدون نگاهی در روزان این بپشید به این هدایا رو اطرافون این هدانگان خوب این شهر امسال شهر تن باشه به تعدادی که در رد کردیم باز هم نداره کمیت هم نداره محترم استعدادهای در شان جناب آقای زینبی استاد یادی شهر جناب آقای فردادی هنرمند
بیان دم کلش و کاملش رو بگیرم. جناب آقای حکیم‌زاده خواهش می‌کنم که تشکر کنم. من چیکار کنم؟ من تمام عزیز خیلی خواهی می‌تونم حتی که بیرم بگیرم. راست کنیم که چه؟ من دعوت می‌کنم از دیوان شما نخستگان عزیز جناب آقای مهدی کمالی و آقای کاوه اکبری تشریف بیارن برای دریافت هدایای خودش. فاصله بردارم
نقش شایسته مهر تو گران سقف و خورشید سقامارم کرد جبر پاینده مهانمایه جوش جاری جوهر حفارم کرد جبر پاینده مهانمایه جوش جاری جوهر حفارم کرد بغض ناوید که این حلقه شهر تا ابد مرده به دهکارم کرد پرسش درد زبانینه شنید پاسخ تازه گرفتارم کرد پا به پوشنده در آرایه نوشت من اما از رو آموزم که لحظه لحظه این عمر کوتاه فرصتی است محترم برای مهر و محبت چنانکه هنگام فرصت صدها قلب خاص برایت بگریم و سالها هر لحظه یاد بهارتان باشد ای معلم نیکی چه خوش زندگی فاطمان آموزی و مرد در اوجا مردی در صدازبان نیستی مردی برابر جاودانی ای بهار سبزشاد ای که چون نخمه مرغان بهاری آزاد نامت را بدم تشکر میکنم از ستار خانم سند این هدایا که اینجا هست دلیل اینکه سنگین بود همین دلیل بچه ها با خودشون نبود عزیزان من آقای اکبری و آقای کمالی مطمئنم اینجا تشریف دارم بعد از اتمام مراسم این دو هدیه که اینجا هست هر کدام جدا مال این عزیزان تشریف میارم و اینها هم با خودشون خواهند بود تا یاد رهبشنی همیشه در لبههای این عزیزان بهبهه بعد از تو دیگر گل و بهار ناید بعد از تو دیگر گل و بهار ناید نخواهد چون تو غمگسار در ماتم او در ماتم تو روح بباری نه از عشق در این واضحه کاری هر آغاز را پایان و حقیقت از و کسی کشیده نیست پنج سال گذشت پنج سال از سفر بازگشت ناظر مدی از قبار معلمان و از دیار دانشوران که در چنین روزی و در فصل بهار به ناگهان از میان ما رفت بربست به شتابان دست همکاران فرنگی به دانش آموزان همیشه شخصیت علمی او را ستودن شخصیتی وارسته و انسان دوست و مردی صاحب علم و عمل در عرصه فرهنگ و دانش که در کشاکش کارهای سطح آموزش و تدریس کمتر میتوان بر چشم دولت مردان جلوه کند به اعتماد همه دوستان یکی از وجوه شخصیت مرحوم اردشیری شور و نشاطی بود که دانش آموزان بعد از شنیدن جواب سوالهای مورد نظر خود از ایشان می‌گرفتند. اردشیری فقط به جواب مختصر بخنده نمی‌کرد. تجربه، تجزیه و تحلیل و بررسی جوانب امر از مواردی بود که بیشتر در ذهن بچه ها ماندگار می شد. چیزی که مرحوم اردشیری را نسبت به دیگران شاخص کرده بود احاطه ایشان به تدریس و کار معلمی بود. این امر اتفاق نمی افتد مگر اینکه شخص مدرس با حضور ذهن بالا و با اطلاعات علمی و عمیق و با خلاقیت و نوآوری به دانش آموز روبرو شود. آنچه کار ارزشی را بیشتر نمایان می‌ساخت
توانمندی علمی او در ارائه مطالب درسی و بها دادن به قابلیت‌های فردی و علمی دانش آموزان و اهتمام او در شکوفا کردن استعدادها بود. به نام برآمدگی به نشانه تجلیل از مقام بلند نخبگان گرانقدر و فرهنگیان نامور است که همه ما خود را مدیون زحمات بیدریق آنها میدانیم. هرچند جامعه ایران از این چهره ها کم ندارد، ولی به همسال اندیشیده ها نیاز بیشتری خواهد. در پایان بیمناسبت نمیدونم در اینجا به موضوعی هم اشاره کنیم در که دو سال بعد مطرح شدن حتما دوستان نزدی و یاران همیشگی به خانواده محترم و محبوب اندیشیده هم باید در جریان باشد. اینجا به بنیاد فرهنگی و علمی متعلق به زندهدا از آن مواردی که اگر راهاندازی شود در این موضوع ممکن علمی موضوعی پیدا کند حتما خواهد بود، به چه رسا که فرزندان Thank you.
Thank you.